عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خبر موثق این که آقایونی از طرف وزارت ورزش، آقای سجادی، یه سری مذاکرات با آقای کیروش داشتن. برای من جالبه که بازگشت به عقب به سمت کیروش از کجا در میاد. شما دوباره میخواید ما رو مستعمره فوتبال پرتغال کنید، دوباره همه دست به سینه جلوی کیروش وایستیم، کیروش به ما بگید شنا برید، دلا شید، پاشید، بشینید، یادتون رفته؟ لطف کنید قرارداد قبلی کیروش رو کنید تا مردم بدونن شما چه قرارداد مفتضحی با کیروش بستید و کیروش چه کارها با فوتبال ما کرد، با مربیامون، با بازیکنامون، با اهالی فوتبال، با حتی مسئولینمون. هیچکی که آدم حساب نمی‌کرد. چرا دوست دارید دوباره خوار و ذلیل بشید؟ دنبال چی هستید از کیروش؟ آقای معتمد نیا، آقای معتمد کیا، شما که مشاور آقای سجادی هستی، شما که قبلا همه کارهای کیروش بودی، دنبال چی هستی؟ آیا ما گزینه دیگه جز کیروش نداریم تو فوتبال ما بیاد؟ فقط باید مستعمرش بشیم هر کاری دلش خواست با ما بکنه؟ یادتون رفته قراردادهای بازی‌های تدارکاتی رو خودش می‌بست، پورسانتاشو خودش می‌گرفت، لیگمون رو تعطیل می‌کرد، هیچکی رو راه نمی‌داد، درا رو می‌بست، هر کاری دلش خواست با ما کرد. ما دوباره می‌خواید برگردیم به گذشته، بازگشت به عقب. دو دوره جام رفته بودیم، تو جام جهانی چه اتفاقی افتاد؟ اوت شدیم هر دوبار با کیروش. خب با برانکو هم اوت شدیم، با مهاجرانی هم اوت شدیم، با آقای جلال طالبی هم اوت شدیم. الان می‌خواد برامو تخم دو زرده کنه؟ و من باز تعجب میکنم از نهاد ریاست جمهوری. چجوری میشه دو تا بازیکن بیاد بره تو نهاد ریاست جمهوری و این دو تا بازیکن شما رو قانع کنن که آقا اسکوچیش به درد نمیخوره، برید کیروش بیاری؟ شما بگید برید کیروش بیاری؟ اصلا نهاد ریاست جمهوری راجع به فوتبال چجوری تصمیم میگیره؟ با آقای سجادی میگید وزیر ورزش، اینا میرن جلسه میذارن، بعد فدراسیون فوتبال چه کار است؟ فدراسیون فوتبال ما ايش کار است؟ نهاد ریاست جمهوری اصلا، نهاد ریاست جمهوری از فوتبال چه میفهمه به نظر شما؟ چی متوجه میشید از فوتبال که تصمیم میگیرید کیروش بیارید؟ آقایون دارید اشتباه میکنید. من اولین کسی هستم که اگر این اشتباه صورت بگیره هستم اینجا و همیشه مخالف این قضیه بودم و خواهم بود و جلوشم وای میستم. و اگر اشتباه آوردید کیروشو باز خوردی داشت، باید جواب بدید دیگه، نمیتونید از زیر جوابش در برید، چون نهاد ریاست جمهوری دستوری این کارو داره میده به خاطر دوتا بازیکن. خاک بر سر فوتبال ما کنن که دوتا بازیکن بلندشن برن نهاد ریاست جمهوری سرمربی تیم ملی رو عوض کنن. واقعا متاسفم، فقط میتونم ابراز تاسف کنم. خدا نگهدار.